گزارش سازمان جوانان میثم عتیق. خب سلام دوباره. من چیزی پرینت ندارم، امیدوارم اسکریپ نشه، یعنی چیزی نکاتی یادداشت کردم. دیروز کیان آذرم اشاره کرد گزارش کتبی فعالیت های سازمان جوانان، چه 6 ماه گذشته چه 2 سال گذشته، ارسال شده برای نمایندگان. امیدوارم خونده باشه، چون من نمیتونم وارد یه سری از جزئیات بشم. و به اضافه این که قبل از اینکه نکاتی رو در این رابطه بگم، دوست دارم اول بگم که من به نمایندگی از یه تشکیلاتی الان اینجا دارم صحبت میکنم، یه گزارشی رو میخوام بدم که یه سرش خارج کشوره، کسی مثل من نوعی که اینجا وایسادم گزارش میدم، و یه بخش عظیمترش داخل ایرانه و کسایی که نمیتونن اینجا صحبت بکنن. و خیلی صادقانه بخوام بگم، بدون وجود تک تک این افرادی که خالصانه و خیلی صمیمانه، واقعا نمیدونم چجوری توصیفش بکنم، بدون وجود این افراد داخل کشور، نه برای سازمان جوانان، نه برای حزب ما، نه برای هیچ ارگان دیگه، خیلی از این حرفایی که ما میزنیم امکان پذیر نیست. میخوام صمیمانه از همه اون عزیزانی که داخل کشور هستن و اعضای و روابط سازمان جوانان هستن تشکر بکنم. خیلی کوتاه هم نمیشه از سازمان جوانان گزارش داد و چیزهایی که نبضش تو این 2 سال باش تپیده رو ازش صحبت نکرد. نمیشه یادی نکرد از نیکاها، از ساریناها، از تمام جوانایی مثل اینایی که انقلاب زن زندگی آزادی رو تو خیابون جلو می بردن. و بدون اونا هم فعالیت ما فایده نداره. و در نتیجه این گزارشی که من میدم، من اون رو از جنس نیکاها و ساریناها و تمام اینایی که کف خیابون هستن میدونم. و باید یادی بکنیم از همه عزیزان و همینطور کسایی که همین امروز یا زیر حکم اعدام هستن، مثل توماج صالحی، رضا رسایی، محمود مهرابی و کسایی که به خاطر تو خیابون بودن و فعالیت که همه ما بازگشت به خیابان، تسخیر خیابان راجبش صحبت میکنیم، به خاطر اون مسئله الان زیر تیغ حکم اعدام هستن. و به یاد همه اینا هستیم و امیدوارم هر چه زودتر بتونیم با فعالیت‌های گستردهمون همه اینا رو آزاد بکنیم. اما تو این وقت خیلی کم باقی مونده که الان دارم، چند تا نکته رو می‌خواستم بگم. طبعا وقتی راجع به 2 سال گذشته بخوایم صحبت بکنم، عمده فعالیت سازمان جوانان داخل کشور بوده و به دلیل ملاحظات امنیتی خیلی نمیشه وارد شد. ولی من سعی میکنم یه تصویری بدم که ما فوکوس و تمرکزمون تو این 2 سال سر چه مسئله بوده. به طور مشخص اگر بخوام بگم، در وهله اول انقلابی شروع شد که جوونا نقش خیلی کلیدی و عمده‌ای توش داشتن، تو سطوح مختلف، چه توی پیشبرد مبارزاتش، چه توی اصلا محتوایی که داره مطرح میکنه. همین شکل اخیرش داریم میبینیم دیگه، اعتراض این نود دادنی که کارزاری که دیدیم، این اعتراض برهنه‌ای که بود که یه جلوه‌ای از یک رنسانس فرهنگی توی جامعه ایران بود که جوونا اون نیروی پیشران این مسئله بودن. و ما تو تمام 2 سال گذشته تلاش میکردیم که بتونیم از نظر سیاسی مطالبات این حرکات اجتماعی که خیلی هرچند عظیم ولی پراکنده است، بتونیم به صورت سیاسی نمایندگی بکنیم و بعد از نمایندگی کردن سیاسی این تو سطوح مختلف بتونیم اونو جهت بدیم، سازماندهی بکنیم، متشکلش بکنیم. در نتیجه فوکوس خیلی زیاد فعالیت‌های سازمان جوانان کمونیست توی داخل کشور این بود که بتونه دانش آموزا، دانشجوها، رنگین کمانی ها، زنان، این بخش ها رو توی سطوح مختلفی متشکل بکنه. تشکلهایی که طبعا سابقا بودن اونا رو بتونه گسترش بده، تقویتشون بکنه، و اونایی که هنوز تو سطح یک گروه هستن بتونه سر و شکل بهشون بده. و این ما رو وارد گام بعدی کرد. شما وقتی انقلاب رو، جنبش عظیمی که وجود داره و جوونا تو سطوح مختلف تو دانشگاه، خیابون، مدرسه دارن پیش میبرن، وقتی اینا موجود هستن، دارن کار میکنن، گام بعدیش طبعا میشه که اینا رو باید با هم هماهنگ کرد و باید توی یه سطحی اینا رو با هم هماهنگ کرد که بتونن یه سر و شکلی به کل جنبش بدن. که وقتی یه فراخوانی داده میشه، اینجوری نباشه که این فراخوان هر جا یه رنگ و بویی داشته باشه. اگر دقت کنید 2 سال گذشته رو دقت بکنید، میتونید متوجه این تغییر بشید. ما شاهد
این مسئله هستیم که اعتراضات هر چه بیشتر به صورت متشکل تر شدن و هماهنگ تر شدن با هم دیگه جلو میرن. و من اینجا میتونم بگم در کنار خیلی از جریانات سیاسی دیگه ما تو این زمینه نقش داشتیم و توی وقتم چند تا نکته دیگه هم میخواستم در رابطه با محورهای بسترهایی که ما توش کار میکردیم. دانشگاه ها، تو دانشگاه ها اتفاقات خیلی مهمی افتاد و من بدون اغراق میتونم بگم یکی از کانونهای اصلی انقلاب زن زندگی آزادی داخل 2 سال گذشته بوده و نشون به این نشون که جمهوری اسلامی یکی از بیشترین بارهای سرکوبش روی دانشگاه گذاشته. میتونم بگم جایی مثل دانشگاه اینجوری نبوده. و تو دانشگاه کاری که ما انجام دادیم تو همون سطحی که گفتم، هم متشکل تر کردن جنبش دانشجویی و همگام کردنش با انقلاب زن زندگی آزادی با کف خیابون، هم تو این زمینه موفق بودیم، هم تو حاشیه کردن جریاناتی که همیشه ترمزی بودن سر راه انقلاب. از سری خلاصه بکنم، یه کار دیگه هم که تو کل جنبش ها کردیم، چه تو سطح محلات، چه تو مدارس، چه تو دانشگاه، تو هر رده‌ای که جوان‌ها هستن کردیم، ما سعی کردیم که انقلاب همگانی، انقلاب مال همه است. ما جوان‌ها نمی‌ریم جمهوری اسلامی رو فقط سرنگون کنیم و برای همه همینجور. ما هر چه بیشتر خواستیم از نظر سیاسی و حتی سازمانده لینکی رو برقرار کنیم بین همه این تشکل‌ها، این جریانات جوونی که هستن که شاید خیلی تازه وارد سیاست شدن و با یه سطح دیگه فعالیت سیاسی. من تموم می‌کنم صحبت‌هامو با یه بخش درخشان انقلاب زن زندگی آزادی، جنبش رنگین کمانی. جنبش رنگین کمانی میتونم بگم نوپاترین جنبش سیاسی داخل ایران هست که ما توی انقلاب زن زندگی آزادی یه پروسه رو شاهد بودیم که پروسه‌ای که سازمان جوانان هم توش نقش بسزایی داشت، که جنبش رنگین کمانی نه به عنوان جنبش یک سری افراد LGBT فقط، به عنوان یک جنبشی که میاد پلتفرم سیاسی خودش رو مطرح میکنه رو به جامعه، رو به جمهوری اسلامی و اعلام میکنه که این پلتفرم رو من نمیتونم عملی کنم جز با کمک شما مردم ایران، همه ما، و با پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی. درود میفرستم به همه رنگین کمانی ها و فکر میکنم رنگین کمانی ها به طور ویژه یک کف مرتب دارم.